سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما بینندگان محترم و عزیز و همینطور امیر خسروجردی نازنین همکاران بسیار دوست داشتنیش یه خبری بود توی این روزهای گذشته میخوام مستقیم برم سراغ عشقی توجه منو جلب کرد بیاین با همدیگه این کار انجام بدیم اگر الان یه تلفن همراه دم دستتون دارین بردارید و این عبارتی که بنده خدمتون میگم رو توی گوگل سرچ بکنین دستمزد 100 میلیون تومن در ماه همین این عبارت رو سرچ بکنین کمی که پایین بیاین دو تا خبر میبینیم خبر اول براتون بخونم خبر خوش برای کارگران این خبر در سوم اسفند ماه منتشر شده حداقل حد حقوق کارگران تعیین شد حداقل حد حقوق کارگران در سال آینده یعنی همین 1401 5 میلیون و 600 هزار تومان تعیین شده خب بسیار به نظر خبر خوشیه در عین حال روز جمعه خبری میرسه مبنی بر این که یعنی یک خبر بعد از این که اگه توی گوگل سرچ بکنین مبنی بر این که حمید اسلی سرپرست تیم ملی فوتبال ایران دست مزد ماهیانه 100 میلیون تومان در از فدراسیون فوتبال دریافت میکنه 100 میلیون تومن در ماه حمید استیدی در حالی دریافت میکنه که تیم ملی فوتبال ایران از زمانی که ایشون اومدن بر مسند قدرت نشستن دو بازی تشریفاتی انجام داده به نظر میرسه بازی دوستانه هم در راه نداشته باشیم چندان اردویی هم نخواهیم داشت و تا جام جهانی هم که خب میدونیم اواسط پاییز, پاییز و در حقیقت آذر ماه برگزار خواهد شد راه درازی در پیش داریم 100 میلیون تومن در ماه مثلا برای خورداد میگیره یا تیر ماه میگیره که خب هیچ وظیفه ای نداره سابقه ای هم که از آقای حمید استیلی داریم اینه که ایشون به هر حال ید طولایی دارن در زمینه اینکه جانشین یک سرمربی بشن وقتی به عنوان دستیار یا مدیر فنی یا سرپرست به باشگاهی میرن یا به تیمی مثلا قرارداد میبندن تلاش اولیهشون اینه که جای سرمربی رو بگیرن فدراسیون فوتبال ایران روزها و هفته های گذشته به کرات گفته که از زمان مدیریت شهاب الدین عزیزی خادم حساب های فدراسیون فوتبال خالی شده البته خب به این اشاره نمیشه که اصلا در دوران مهدی تاج چه قارتی شد خزانه فدراسیون فوتبال و چه قراردادهای اسفواری بسته شد و هر حال با توجه به اینکه آقای دارویش مصطفی گفته بودن که سازمان اطلاعات سپاه دستور داده بودن عزیزی خادم باید برکنار بشه و مهدی تاج هم که رئیس پیشین این, این فدراسیون فوتبال هست از سرداران و فرماندهان اطلاعات سپاه اصفهان بودن خب به هر حال بهتره که دوستان کنونی در هیئت رئیسه با تاج سرشاخ نشن اما قراردادی ببندن مثلا با دبیر سابق خبرگزاری فارس که تمام به این خبرگزاری امنیتی سپاه پاسداران رو اختصاص داد برای اینکه خودش بتونه در این فدراسیون سمتی بگیره یا حمید استیلی که 100 میلیون تومن در ماه دستمزد بگیره 100 میلیون تومن رو یه حساب و کتاب ساده بکنیم میرسیم به سالیانه 384 هزار دلار حداقل با کمترین قیمت دلار حساب بکنیم 384 هزار دلار میتونه برای فوتبال ایران سه تا یا دو تا بازی فوق العاده خوب باشه که اگر در حقیقت آقای استیلی چنین دستموزی نمی گرفت ما میتونستیم دو یا سه بازی خیلی خوب داشته باشیم این فقط دستمز یکیه حالا اینکه مدیر رسانه جدید فوتبال ایران چه دست موزی میگیره یا خود حالا دوستان آقای میرشاد ماجدی چه قراردادهایی هایی دارن میبندن هم که به جای خودش بحث هایی هستش الان در مورد اسپانسر و همینطور پیراهن تیم ملی که به حال در دوره های گذشته هم خبرش بیرون اومد ماجرا اینه که پول هست اما این پول احتمالا که نه قطعا برای قراردادهای با مدیر فنی و همینطور مدیران نزدیک به آقای میرشاد ماجدی هزینه خواهد شد نه برای آماده سازی تیم ملی خبر خوشی رو که اول گزارش هم براتون خوندم رو به یاد داشته باشین که حمید 100 میلیون تومن در ماه دستمزد میگیره برای روزهایی که هیچ کاری در حقیقت نمیکنه البته اگه هیچ کاری نکنه خیلی بهتره به خاطر اینکه کارهایی که کرده پیش از این به یاد داریم چی بوده به عنوان سرپرست و کمک مربی جای سرمربیا رو گرفته به عنوان سرمربی هم که نتایج اسف در باشگاه ها رو به یاد داریم و خبر خوش رو فراموش نکنیم که حقوق کارگران در ماه 5 میلیون و 600 هزار